الان تقریبا دو روزه که وارد این منطقه نسبتا کوهستانی شدیم. همونطور که میبینین پوشش گیاهی اینجا ضعیفه و کم آبه، ولی در کمال تعجب حیوانات بسیار زیبایی همچون کلبز، قوچومیش، پلنگ و حتی کفتار اینجا وجود داره. ولی دیدنش کار هر کسی نیست. من رفتم که به مهدی کمک کنم، ولی دیدم کار خیلی تخصصیه. خودش داره میاد بهمون بیشتر توضیح میده. چی دیدی افشین؟ هیچی مهدی. هیچی هایی ندیدی با اون بر؟ نه، با این مشخصات تو گفتی اصلا چیز اینجا نبود که. این معدن چیه اینجا زدن؟ های معدنه؟ آره دیگه، این همه جاده زدن این معدنه دیگه. مهدی این همه از این منطقه تعریف کردی ها شدیم. ولی دو سال پیش خیلی خوب، الان اینجا دو سال پیش این معدن نبود. این معدن اینا، این همه رد موتور و ماشین اینجاست دیگه. تو چیکار کنی؟ تو سر صدا رفت آمد زیاد خطر داره. من فکر می‌کنم یا بریم اون ور، خب یا بریم پایین کف دره. چون کف دره احتمال داره آب باشه، فرار رفت آمد می‌کنم به خاطر آب. بریم اونجا نگاه بندازیم. بریم. اینجا اگه بریم که هم بریده. هیچ پیدا نمی‌کنیم. نه. دام که تا دلت بخواد این معدنم که زدن به چیز نمی‌مونه. چی می‌کنی؟ شکارچی هم که زیاده تو خدا کنه میتونیم منطقه رو پیدا بکنیم که یه مقدار بهتر باشه. میدونی جزیره ای شده همش. تو نمیتونی آره. امیدوار باشی که پهنه وسیع طبیعی داشته باشی. 100%. مهدی خیلی آدم با حوصله ایه. ممکنه روزها، هفته ها، حتی ماه ها کل یه منطقه رو زیر و رو بکنه تا به اون تصویر دلخواهش برسه. منم تصمیم گرفتم تو این سفر باش همراه بشم تا به تجربیاتم اضافه کنم. هرچی میگذره هوا گرمتر میشه بسرش. آره بای پایی میشه ردی کف دادید هفتی شالا چون زیاد عکس انداخت آمدش پایی. پام افتضاح هفتی هفتی این بابا ببینیم اون بر هر طرف تو بکنی خبش نمیبری بری اون پایی نمیبری نبینیم میتی چقدر هوا گرمه. آره خب گرمتر هم میشه رده قوچ و قوچه میشه. اونا چیه مهدی؟ کدوم ها؟ اونا خطا رو میگی؟ کلی رده پاس دامه. اون همه مال دامه؟ آره این از ایسکار خراب میکنن کدی دام و کدی سگ و کدی آدم و موتور و ماشین و چه کاری خوشحال شدم گفتم لاغر شد اونجا. نه نه کلبوز و قوچومیش باشه. نه اونا وقتی میخواد یک کلبوز و قوچومیش تو منطقه نمیمونن میرن. رده پای روباه دیدم. روباه که هست ولی این همه رده پای گوسفند همه رده پای گوسفند. مهدی آب اینقدر تشتگی خیلی دارم تشتگی میمیرم. آب سیله، عطی خواهد بردن نیست. ای با، چقدر گرمه. این چیه اینجا؟ پتری، پتری این گله داره از این دام داره از اینجا هم دست این خورم این دادن نیمه، دردش نمی کنید. بیا از اینجا بشم. خیلی خوشگل شده ولی اینجا این اینجا سیلاب خیلی قشنگ شده. خب رد روباه افشین رد سگ اینم رده یه رد پای کف. خب الان چرا یه دونه رد پاس؟ خب آخه نگاه کن اینجا یه رد سگا رو می‌بینی؟ آره.
مثل رده کفتر نرفته بزنه تو رو گل فرو نرفته. چرا؟ چون آب سطحش بالا بوده، اون موقع این سطحش بالا بوده این کفتر اومده اینجا. بازم اسم اینا رو بردن. آره. خب این پاشو گذاشته چون گل خیلی شل بوده رفته تو، و این سگا که میبینی یا این روبا که میبینی برای اینکه آب رفت این گل خوش شده اومدن. بعد که جمعی نکن رد سگ و کفتر این روبا و اون قوچو میشه که اونجا دیدیم همه دور این آب هست. یعنی علاز ظاهر اینجا خشک و بیاب و علف و، ولی کلی الان فقط نه. همینجا نزدیک 4 5 تا رد پا داریم میبینیم. آره خب 4 5 تا رد پا که میبینید به خاطر هم یه دونه آب اومدن. آره دیگه برای ما قابل استفاده نیست، ولی خطرناکه چون میتونه تعرض ایجاد کنه، چون میتونه موجب اینجا اگه دوربین بذاریم نمیتونیم فیلم خوب بگیریم. میشه خب امکانش هست، مونتا هم تو که واسه حیوانات ناامنه، واسه دوربینی که ما میخوایم بذاریم هم ناامنه. فقط پایین تر اگه بری تا یک دو کیلومتر فکر کنم اگه الان به ما آب نرسونی دیگه این برنامه بی‌موجی میشه. نه یه ذره آب برسون به ما. خودم میشم موجی برنامه. الان فرق بین سگ و کفتار چیه؟ خب کاملا مشخصه. نیا کن این پد کف پای حیوانو میگن پد. خب بعد انگشتا رو پد قرار میگیرن، میدونی این بهش میگن پد. پد خیلی کوچیکه، یعنی اینجا دیگه این قسمتش در واقع میشه پد. این قسمت دیگه. کف دستو میگن پد، انگشتا هم کنارش قرار. وقتی من این دستو میذارم اینجا این رد دیگه اول پد قرار میگیره بعد انگشت. آره دیگه این آره. این میشه پد، این میشه انگشت. دقیقاً درسته. خب نگاه کن ردی کفدار، اول اینکه پدش کاملا متفاوته با سگ. خب یه حالت انحنا شکل داره در واقع نوک پد، و انگشتا که میبینی حالت پرانتزی داره دور در واقع پا. خب این رد قناسیه، کاملا مشخص شده قناس، هیچ نظمی نداره. و رد اون سگ که میبینی اینجوری نیست، کاملا مشخص نداره. خیلی مشخصه. آره. الان اون یه رگ سگه. آها اینم رد روباهه، اینم روباه البته، اینم رد روباه. اما چیزی که هست نیا کن این سگه، خب اینو بهت بگم اول میبینی سگه چقدر عمقش کمه ولی کفتاره چقدر زیاده، فرو رفته، زیاد رفته تو گل، دفرمه شده، شکلش عوض شده. خب باز زمانی که این آب سطحش بالا بوده این حیوان تشنه بوده، اومد آب خورده و رفته. خب باز همین خیلی رفته تو، ولی سگه نه، سگه خیلی نیست، آب که رفته پایین این قسمتی خوش شده، این سگه برای روبایی اومدن رو تو خوردن. حالا نه نهارو شاید پایینتر هم چیزی خواستید باشه بشه پیدا کرد. خدا بیا بیا نگاه بندازیم خدا رو چه دیدی شاید ردی باشه پایین. این هم میخوایی بعد رفشی ایتی موافق اینجا یه سرات رو شوشیم؟ آره بشینیم. خب تا اینجا کار فرصت نشد که با آقا مهدی بیشتر آشنا بشیم. مهدی دوست 15 ساله من و محمد علیه و با هم همدانشگاهی بودیم. البته بهتر خودتو برای بینندگان عزیز معرفی بکنی. سلامت باشی. من سال 79 تحصیلات آکادمیکم رو تو زمینه محیط‌زیست شروع کردم. از اون موقع تا الان شاید بیش از 10 سال رو نمایه‌ها کار می‌کنم. نمایه هم واسه گوشخارا. نمایه چیه؟ رد و مدفوع و بقایای طعمه. یعنی 10 سال کاملا سعی کردم روی این موضوع تخصص داشته باشم. و غالب مطالعاتم بر روی گوشخاران بود. بیشتر رو پلنگ، خرس سیاه، خرس قهوه‌ای، کمی روی یوز پلنگ و باز هم بیشتر روی کفتار. ولی از 5-6 سال پیش دیگه کار مستند شد. خب چی شد که رفتی سمت مستند؟ میدونی کار مطالعاتی خیلی بازه فرهنگی نداره برای مردم. نگاه مشکل محیط‌زیست ما مشکل فرهنگیه، مشکل مطالعاتی نیست. اینکه مردم نمیشناسن و نمیدونن چطور باید رفتار کنن. نمیدونن کفتار چیه، پلنگ چیه، خرس چیه. و تو بیشینه ذهنیشون این وجود داره که این حیوانا گوشخارن، درندن، حمله میکنن، مضرن و نباید باشن. درسته که این نیست. هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته تو این زنجیره غذایی و تو این زنجیره که تو اکوسیستم وجود داره. اگر یکیشو حذف بکنیم مطمئناً مشکل با تو جای دیگه پیش میاد و اون موقع است که در واقع حل و فصل کردن این مشکل خیلی انرژی و هزینه میبره. مهدی جان تو راهی که میومدیم از این مثلث برام صحبت کردی که اساس مستندسازی رو تشکیل میده، میشه یه کوچولو راجع به این مثلث برام صحبت کنی؟ اون مثلث محیط‌زیستیه، من به این اسم میشناسم، یعنی انسان، طبیعت و حیات وحش. این سه رسه مثلث سه رسی هستن که روی هم دیگه تاثیر میذارن و کاملا به هم مرتبطن. چون تو هر منطقه که بری انسان هست،
این اصلا چه رفتار تو چه تاثیر رفتار حیات وحش میذاره. شما تا اونو نفهمی نمیتونی کار حیات وحش انجام بدی. میدونی ما قرار نیست شانسی بیایم فیلم حیات وحش بسازیم. قرار همه چی تنظیم شده و تعریف شده. آسین فکر می‌کنم اینجا جای بدی نباشه واسه دوربین رفتن ها. این درخته؟ آره این مسیر تخطوت دیگه. چه خوب این کوله هم که به من دادی سنگینی میکنه. الان از شرش نیفتی، از شرش خلاص شی. دوربین رو درآر. آخه چند تاشو؟ یکیشو. یکیشو اینجا می‌ذاریم بقیه رو اون. بند سفید داره رو بده. اینو؟ جا؟ آره. نه نه اون یکی. این بنده رو بردارم بیتی از این دوربین های کوچیک استفاده میکنم. من فکر میکنم از اون دوربین های خیلی بزرگ استفاده میکنم. الان میبینم از این دوربین طلایی هم استفاده میکنم. کار یه دوربین که نداریم ما. یعنی چند نوع دوربین میاری؟ دو سه تا دوربین مختلف. این دوربین طلایی هم که معمولا من استفاده نمیکنم چون شیله کارم معمولا دوربین طلایی نیست. اینو احتمالا برای جایی میذاره که کمی کرده این مقدار سخته دیگه. هم سخته هم واسه اونهای خاص نه واسه هر چیزی. خیلی کارو مصنوعی در میاره دوربین طلایی. البته مود شده تو ایران خیلی استفاده میکنن ولی مصنوعیه. فیلم خوب نیست. میدونی فیلم خوبه که شما احساس داشته باشی توش. این احساس نداره. این کاملا خشک مثل فرش مثل فرش خیلی کار قشنگ میکنه. هر جای کاربرد نداره. خیلی جاش خاص و محدوده. خب تو برای فیلم خرست مثلا چند سال برای فیلم برداری زحمت کشیدی؟ نیا کن برای کار خرس سیاه من 4 سال تو بلوچستان بودم. 4 سال؟ آره. شاید بالای 500 تا 600 کیلومتر فقط راه رفتم تو کوهاش. خب تنها تونستم 32 دقیقه فیلم از خرس ببینم. 4 سال فقط 32 دقیقه. یه فقط 32 دقیقه منطقیه. دیدم کار حیاتی تو همه جای دنیا شما تا وقت نذاری نمیتونی نتیجه بگیری. میدونی چی دارم میگم؟ واسه پلنگ برفی خیلی وقت گذاشتن تا تونستم اون تصویر فوق العاده رو بگیرن. البته امکانات غیر ایرانیه، یعنی دو دوربین‌ها رو سفارشی می‌سازن. مثل ما نیستن که با ابتدای این امکانات بخوان یه فیلم بگیرن، میدونی؟ اما در مورد پلنگ مثلا تو 3 ماه 11 دقیقه، یعنی 3 ماه شب و روز تو کوه خوابیدم من. خب در صخره ها زیر بوته ها پشت سنگچین فقط 11 دقیقه فیلم گرفتم. انگیزه اصلی چیه؟ 4 سال و 32 دقیقه فیلم. عرق به سرزمین، اینکه یه ایرانی هستم توی سرزمین مثل ایران به دنیا اومدم بزرگ شدم واسم مهمه که این سرزمین همیشه پابرجا باشه. میدونی مهمه که همیشه آباد باشه، همیشه بهترین باشه. مهمه که اینکه فرهنگ مردم بتونم یه کوچولو تکون بدم. و تونستی این کارو بکنی توی 7 سال؟ فکر میکنم تاثیر گذاشته. من واسه کار خرس سیاه هم خب شخصا با هزینه شخصی 32 تا مدرسه رو ابتدایی راهنمایی در بیرستان تو بدرستان تو ایران شهر نیشک خیلی گرمه تابستون رفتم واسه بچه‌ها نشون دادم، صحبت کردم، گفتیم، خندیدیم. میدونی واسه هم مهم بود. خیلی آشنا شدم. همین که آشنا بشه خرس سیاه چقدر اهمیت داره، موتیز چقدر اهمیت داره، خودش واسه من کفایه. یه ابن کاملاً بی‌آزاره، بیشتر ترجیح میده علف بخوره، خرما بخوره، سبزیجات بخوره. خب گوشت خیلی کم می‌خوره. توی جنوب شرق ایران یعنی توی بلوچستان خواب زمستونی نداره. چرا؟ چون درد داره. آب سرد دیدن داره. آره ولی توی کرمان خواب زمستونی داره. چرا؟ چون درد خیلی سرد میشه، یخ بندون میشه. میتی شب کجا میخوایم بمونیم؟ ها یه جا پیدا میکنم. داره نور میره. جا ها جا زیاد تو طبیعت نگران خوابیدن و اینا نباش. جا زیاد. آفرین بیا. بیا بیا. شبو اینجا میمونی؟ نه بابا شوخی میکنی. چرا شوخی کنم؟ دیشب پاسگاه محیط‌بانی بودیم، امشب میخوای اینجا بخوابیم؟ با من بیای هر شب اینجا میمونی. خیلی خوبه. مار نداره اینجا. ماری عقربی. داشته باشم به ما کاری نداره.
ببین برای یه برنامه جونمونو نگیری خوبه. نه آقا ماربیه مسیر خودشو میره دیگه، موش میخوره ما. ماربولنگ میخوره به منت خواهی. همینجا خوبه. خب فقط این نگه دار.